سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه خوش اومدیم به یک قسمت دیگر از ویدیوهای آموزشی آکادمی گنج امروز میخوایم در مورد یک موضوع بسیار مهم و کمی بحث برانگیز صحبت بکنیم و اون نظریه بازار بهینه یا efficient market hypothesis هستش داستان چیه تا حالا شده حتما که به این فکر کرده باشین که آقا چطور میتونیم بازار رو پیش بینی کنیم اصلا میتونیم قیمت آینده رو پیش بینی بکنیم یا نه اینجا جاییه که معمولا تحلیل های مختلف از جمله تحلیل تکنیکال فاندامنتال و هزار و یک مدل تحلیل دیگر وارد داستان میشن اما سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این روش ها واقعا کارآمد هستند یا نه یا صرفا یک سرگرمی بیفایده هستند با ما همراه باشین تا جواب این سوال رو پیدا کنیم برای جواب دادن به این سوال که آیا تحلیل ها به درد میخورن یا نه اول از همه باید با مفهوم افیشن مارکت های آشنا بشیم این فرضیه میگه که بازارهای مالی به طور کلی کارا یا بهینه هستند. اما وقتی میگیم بازار بهینه دقیقا منظورمون چیه؟ بازار کارا بازاری هستش که قیمتها تمام اطلاعات عمومی و خصوصی که وجود داره رو در خودشون منعکس میکنند. به عبارت دیگر قیمت هر دارایی در, در, بازارها همیشه منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در مورد اون دارایی هستش فرضیه بازار بهینه اولین بار در دهه 1960 میلادی توسط یوجین فامایی که از اقتصاددانهای برجسته مطرح شد این فرضیه سه تا فرم و سه تا حالت اصلی داره یه سه تا مدل اصلی داره مدل اول مدل ویک فرم یا مدل ضعیفش هستش در این مدل فرض بر اینه که قیمت های فعلی سمام تمام اطلاعات گذشته قیمت رو در خودشون داره دقیقا یعنی چی یعنی که اگر شما بخواید با تحلیل اطلاعات قیمتی گذشته آینده بازار رو پیش بینی کنین احتمالا به نتیجه قابل اعتمادی نمیرسین چون همه اطلاعات توی قیمت یه جورایی نهادینه شده از این دیدگاه تحلیل تکنیکال که بر اساس نمودار قیمتی و روندهای گذشته و تاریخی هستش بیفایده خواهد بود مدل دوم مدل نیمه قوی یا سمی استرانگ فرم هستش این مدل میگه که قیمت های سهام نه تنها اطلاعات قیمتی گذشته بلکه تمام اطلاعات عمومی موجود رو هم در خودشون دارن این شامل گزارش های مالی میشه اخبار اقتصادی میشه و حتی شایعه هایی که بعضا در بازار پخش میشه بنابراین حتی اگر شما به همه این اطلاعات دسترسی داشته باشین و بتونید در لحظه بر اساس این اطلاعات ترید خودتون رو انجام بدین باز هم نمیتونین برتری قابل توجهی روی بازار داشته باشین که چرا که همه این اطلاعات یه جوری دوباره نهادینه شدن در قیمت مدل سوم مدل قوی یا استرانگ فرم این هایپوتزیس هستش و میگه که حتی اطلاعات داخلی حتی اطلاعات محرمانه داخل شرکت ها یا هر اطلاعات دیگه‌ای که محرمانه هست حتی داخل فدرال رزرو هم تاثیرش رو الان که ما صحبت میکنیم روی قیمت گذاشته و حتی اگر شما این اطلاعات رو هم داشته باشین علاوه بر اطلاعات قبلی باز هم نمیتونیم برتری از بازار بگیریم خب این به نظر یک کمی نامید کننده میاد اما حالا که با این سه تا مدل آشنا شدیم به یه کمی دقیقتر به مفهوم بازار کارا نگاه کنیم فرضیه یه بازار کارا بر اساس این ایده استوار شده که همه سرمایه گذاران به طور منطقی عمل میکنن و اطلاعات به طور کامل و بدون تاخیر در قیمت ها منعکس میشه این یعنی هیچ گونه فرصت سوداوری بدون ریسکی وجود نداره چون همه اطلاعات موجود بلافاصله قیمت... باعث تغییر قیمت میشه اما یا بازارها همیشه اینطور کارا و بهینه عمل میکنند در عمل واقعیتش اینه که نه خیلی از سرمایه گذارها معتقدند که بازارها همیشه منطقی نیستند احساسات روانشناسی جمعی حتی خطاهای انسانی میتونه باعث بشه که قیمتها از ارزش واقعیشون فاصله بگیرند. اینجاست که تحلیل تکنیکال تحلیل بنیادی و تحلیل های دیگه همچنان محبوبیت دارن و مورد استفاده قرار میگیرن خب بیا یک مثال بزنیم فرض کنیم یک شرکت بزرگ گزارش مالی خیلی خوبی رو منتشر میکنه گزارشی منتشر میکنه که توش نشون میده خیلی بهتر از انتظارات عمل کرده و تونسته درآمد خیلی بیشتری داشته باشه از چیزی که انتظار میرفت در سه ماه گذشته طبق فرضیه بازار بهینه قیمت سهام این شرکت بلافاصله باید این اطلاعات جدید رو منعکس کنه و به یه سطح جدیدی برسه اما در واقعیت ممکنه قیمت سهام برای مدتی کمتر از ارزش واقعیش باشه و بعد به تدریج بالا بره اینجاست که تحلیلگرهای تکنیکال و بنیادی وارد عمل میشن و سعی میکنن از این شکافی که به وجود اومده از این مدت زمانی که اختلاف وجود داره بین قیمت واقعی و قیمتی که الان هستش بهره و سود ببرن این وسط چند تا نکته دیگه هم هست که باید در نظر بگیریم با ظهور تکنولوژی های جدید مثل هوش مصنوعی یادگیری ماشین تحلیل تکنیکال هم دچار تحول شده این ابزارها به ما کمک میکنن تا الگوها روندهایی که شاید قبلا از دید ما پنهان بوده رو شناسایی کنیم بنابراین میشه گفت که تحلیل تکنیکال همچنان ارزشمند باقی مونده و حتی با وجود فرضی بازار کارها کارا باز هم کارآمد و مفید هستش خب تا اینجا فرضیه بازار کارا رو بررسی کردیم دیدیم چطور این نظریه معتقد قیمت ها همیشه تمام اطلاعات موجود رو به طور کامل منعکس میکنند اما آیا بازارها همیشه کارا هستن یا نه خب گفتیم که بازارها ممکنه که غیر کارا باشن اما الان میخوایم ببینیم که چه دلایلی ممکنه وجود داشته باشه که بازارها رو غیر بهینه بکنه اول از همه و مهمتر از همه بیا یک نکته مهم رو در نظر بگیریم وقتی ما راجع به قیمت صحبت میکنیم قیمت ارزش واقعی یک دارایی رو نشون نمیدن عجیبه نه ولی واقعیت همینه قیمت ارزش واقعی یک دارایی رو نشون نمیده چیزی که نشون میدن ارزش مورد انتظار سرمایه گذارا در آینده هست شما اگه شرکتی داشته باشین که انتظار میره ازش که بتونه ده سال آینده مقدار زیادی پول تولید بکنه الان قیمتش میره بالا اوش. با اینکه ممکنه الان ضررده باشه الان ارزشی نداره ارزشش در آینده به وجود میاد پس به عبارت دیگه قیمت ها باستابی از باورها و انتظارات سرمایه گذاران درباره آینده هستند این موضوع میتونه باعث بشه که قیمت ها از ارزش واقعی فاصله بگیرن به خصوص وقتی که انتظارات به درستی تنظیم نشده باشه حالا چرا ممکنه بازارها غیر کارا بشن چند تا دلیل مهم وجود داره یک عدم تقارن اطلاعاتی گاهی اوقات همه سرمایه گذاران به اطلاعات مشابهی دسترسی ندارند مثلا برخی ممکنه که به اطلاعات داخلی یا اختصاصی دسترسی داشته باشن که بقیه ندارن عدم تقارن میتونه باعث این بشه که قیمت ها به درستی ارزش رو منعکس نکنن در ورژن استرانگ در ورژن قوی افیشن مارکت هایپوتزیس این صحبت هستش که حتی این موضوع هم توی قیمت در واقع رو داشته یا انکاس داده شده اما در واقعیت اینطور نیستش همه به اون اطلاعات دسترسی نداره. مورد دومی که میتونه باعث بشه بازارها کارا یا بهینه نباشن نقدینگی پایین هستش اگر در بازار نقدینگی کافی وجود نداشته باشه یعنی به راحتی نتونین داراییاتون رو خرید و فروش بکنین قیمت ها ممکنه به شدت نوسان کنن و از ارزش و یا قیمت واقعیشون فاصله بگیرن این مسئله در بازارهایی که حجم معاملات کم دارن مثل بازار آلت های کوچیک خیلی بیشتر دیده میشه مورد سوم و چهارم هزینه بالای تراکنش ها و تاخیر در واکنش به اطلاعات هستش وقتی هزینه انجام معاملات بالا باشه برخی سرمایه گذاران از انجام معامله منصرف میشن صرف نظر میکنن این موضوع میتونه باعث بشه که قیمت ها تحریف بشن و دور بشن از ارزش واقعی به عنوان مثال در بازار که هزینه بالای تراکنش داره ممکنه قیمت ها نسبت به اطلاعات جدید با تاخیر جدی واکنش نشون بدن و دلایل دیگه میتونه داشته باشه این تاخیر مثلا میتونه فرایند پیچیده تصمیم گیری باشه وقتی چندین تا اتفاق با هم میفته تا سرمایه گذار با تصمیم بگیرن که چطور این اتفاقات براشون اولویت مندی کنن برای خودشون این اتفاقات رو و تصمیمات پیچیده تری بگیرن یا اینکه اصلا نتونن اونقدر سریع با اطلاعات جدیدی که میاد تصمیم بگیرن و خب این با خودش باعث تاخیر در واکنش به اطلاعات میشه تأخیر بازار در واکنش به اطلاعات میشه اما موضوع, موضوع دیگه هم وجود داره و موضوع پنجم موضوع روانشناسی بازار یا مارکت سایکولوژی هستش احساسات انسانی ترس طمع میتونه باعث تحریف قیمت ها بشه مثلا در دوران بحران ترس از دست دادن سرمایه میتونه باعث فروش های هیجانی و سقوط های غیر منطقی بشه و یا برعکس در طمع بیش از حد موقعی که قیمت ها خیلی باران میرن میتونه باعث ایجاد حباب بشه که در نهایت با ترکیدن اونها بازار به شدت سقوط بکنه در نهایت همه این عوامل میتونن باعث بشن که بازارها از حالت کارا و بهینه خودشون خارج بشن این موضوع به ما نشون میده که بازارها همیشه به با اون شکلی که نظریه ها راجبشون صحبت میکنن عمل نمیکنن. برای همین هم هستش که تحلیلگرها و سرمایه گذارها همیشه باید با دید باز و با در نظر گرفتن تمام جنبه ها تصمیمات خودشون رو بگیرن و دوباره یادآوری میکنم همه این صحبت هایی که کردیم فقط در مورد تحلیل هاست اصل کار بخش مدیریت ریسک مدیریت روانشناسی خودتون و مدیریت تصمیمات خودتون هستش اگر میخواین با این موضوعات بیشتر آشنا بشین حتما حتما دوره تریدینگ به عنوان شغل آکادمی گنج رو بهتون پیشنهاد میکنم اونجا راجع به تکنیکال ها صحبت میکنیم راجع به تحلیل فاندامنتال صحبت میکنیم اما بخش بزرگ داستان بخش مدیریت ریسک و مدیریت ترید هستش موضوعی که متاسفانه خیلی کمتر بهش پرداخته میشه امیدوارم که این بحث بهتون کمک کرده باشه تا دید بهتری نسبت به بازار بگیرین اگر اینطور بوده و اگر دوست دارین که به گنج کمک کنین ازتون خواهش میکنم که لایک بکنید این ویدیو رو و سابسکرایب کنید اگر نظری دارین در این مورد خوشحال میشم برای من بنویسین شما چی فکر میکنین آیا تحلیل تکنیکال به درد بخور هست یا یک سرگرمی بیفاید است ممنون از شما و تا دیداری بعد خدا نگهدار